سوال من به شما چنین است. من در یکی از امر معروف های شما شنیدم که 7 گناهی هست که آدمان از رحمت پروردگار بی نصیب می شوند. برای مثال با دست ریزاندن شهوت در حالت حیض، با زن خانداری کردن یا به حیوان رسیدن. اگر بنده یکی از این گناه ها را در آوان جوانی از روی نافهمی کرده باشد، حالا پشیمان شده توبه کند، آیا از رحمت خداوند بی نصیب می شود یا نه؟ یعنی ما 7 گناه گفتیم که حدیث پیغمبر است که روز قیامت از رحمت پروردگار دور هستند. که چگونه ای که این برادر 3 گناه این یادآور شد. اگر این گناه ها را کدام از ما و شما در حالت جوانی کرده باشیم و امروز به سوی پروردگار بازگردیم و گوییم ای بار الهی، ای بار خدایا، ما هر گناهی که تا امروز کردیم از نافهمی بود، از جهل بود، از نادانی بود. امروز که فهمیدیم که این جنایت است، این گناه است، توبه به سوی تو کردیم. خدایا مرا ببخش. خداوند شما را میبخشد. رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کمل ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. من دیروز در نماز عید به همه شما خبر دادم و در باب توبه کمی صحبت کردم. جوانای عزیز و برادرایی که امروز سن سال شما به 50 و 60 رسید و امروز قدم اولین به مسجد گذاشتین، شما از ملامت هیچ کس نترسید. خداوند شما را همچون بنده به درگاه خودش قبول کردگی است. اگرچه تا امروز تو عرق نوشیدی، اگرچه امروز تو صدها زنا را انجام دادی، اگرچه امروز تو دیگر گناه ها را صادر کردی، امروز که به مسجد آمدی، امروز که تو بالای جای نماز بر آمدی، خداوند همه گناه های تو را به نیکی ها مبدل کردگی است. این وعده پروردگار است. این حدیث پیغمبری خداست. التائب من الذنب کمل الذنب له. کسی گناه میکند، توبه میکند، خداوند توبه را قبول میکند و این شخص مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. برای همین برادرای عزیز و پدرای مهربان، از همه شما خواهش میکنم، همون فرزند یا برادری که در پهلو میبینیش و تا دیروز وای عرق خور دیده بودی، تا دیروز وای زناکار دیده بودی، تا دیروز وای دروغگو دیده بودی، وای ملامت نکن، بلکه بگو بسیار خوش آمدی، خوش به حالت که 1 ساعت پیش آمدی، بسیار کاری نکردی. با این گونه صحبت ها ما باید دل وای به دست گیریم، نه اینکه وای ما و شما از مسجد گریزانیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، امروز باز تو نماز خوان شدی، خود چی بودی؟ تاریخ خود اگر ورق زنن از دیگ دهم سیاه است. خدا در قرآن میگد ولا تجسسو، یکدیگر را جستجو نکنین، از تاریخ یکدیگر یادآور نشوین. اگر شما تاریخ حضرت عمر خانین به سوی خدا پناه طلب میکنین که چه عملهای نادرست کرده بودند. لیکن خدا که هدایتش کرد، امروز 1.5 میلیارد مسلمان روی دنیا حضرت عمر میگویند. دهیه کلبی 60 سال پادشاهی کردند. میگوید 60 نبیره و دختری خودم به دست خودم قتل کردند. لیکن خداوند بخشیدش. وقتی وای لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، خداوند از کل گناه های او درگذشت. برای همین هر یک انسانی که توبه میکند به سوی خدا بازگشت دارد. من برای همه شما سخن خدا و پیغمبر را اعلان میکنم که خداوند شما را بخشید. 10 سالی که تو گناه کردی، 10 سال تو نماز خواندی، 10 سال تو عبادت کردی، ناامید نشو.
بلکه آمده از صحبت ها برخوردار شو. عبادت تا دوچند کن، آبی چشم تا زیاد کن. و این دروغی که این برادر گفته است برای آنی که در کار حکومت برای او یکان سختی نرسد، این من حتی از یک داملای کلان پرسان کردم، اون حضرت گفتن جایز است. جایز است که برای اگر نماز و اگر یکان دروغ استفاده برده و آمده نماز خواند. اگر چنده که مثال دروغه در حدیث های پیغمبر میگوید برای در حرب، یعنی در حالت جنگ، الحرب و خدعتون گفت از پیغمبر، جنگ خودش فریب است. یعنی جا تا از اینجا اینجا ایواز میکنی، از اینجا اینجا ایواز میکنی برای دفاع کردن جان خود از دشمن، اینم یک نمود فریب است. این رسول اکرم اجازت دادن. و دیگر فریب، این دیگر دروغ جایز است اگر بین دو آدمی که قهری باشند. ما رفته پیشی او کس میگویم که وای بسیار پشیمان شده است، حالان که وای پشیمان هم نشده است. ولی امروزه قهری های ما و شما برعکس تکبری دارن، فخر میکنن. اگر ما رفته از جانب اونها گویم که وای پشیمان شده است، وای خودش را هر روز ملامت میکند که این چی کار نامعقول بود، اگر این گونه از سخنهای دروغ هم استفاده بریم تا که دل وای نرم کنیم و اینها باز با یک دیگر آشنا شوند، این دروغ هم جایز است. و دروغ دیگری که جایز است بین زن و شوهر، اگر یعنی جدایی اگر پیدا شده باشد، اونها را باز برای یک جا کردن و زندگی اونها را مستحکم کردن، اگر ما دروغ هم که گوییم پیش زن رویم گوییم که مرد پشیمان شده است و این میگوید که کاش که یک بار دیگر باز زندگی کنم، و پیش شوهر رفته مثال از حسابی زن گپ زنیم که زن تو هر روز گریان است و باز زندگی دوباره میخواهد، این گونه سخنهای دروغ هم اگر استفاده بریم برای یک جایشدن زندگی، اینها هم جایز هستند. السلام علیکم داملا حاجی مرزا. داملا عزیز، همه آبادی مسجد از برکات شماست و ما نیز از 90 کیلومتر پیش شما می آییم و روز و شب در حق شما دعا می کنیم. یک سوال داریم، آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارن و گور کنن، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارن و گور کنن، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام مخلص شما. سوال دوم، به دعوت به خانه ای که صدقه کرده است رفتن چیل است؟ اگر ما و شما در گورستان، این سوال این برادر این است که در گورستان اگر در پهلوی تو نفری را بیارن، آیا از حساب او همون همسایش عذاب یا راحت میبیند یا نه؟ در حدیث های پیغمبر میگذرد، در قصه ها هم میآید که از پیغمبر خدا این سوال کردند، ای پیغمبر خدا، اگر در قبرستان در پهلوی من یک شخص نیکی را، خوش اخلاقی را اگر آورده و گور کردند، آیا از او به من یکان فایده هست؟ رسول اکرم گفتند آیا اگر وای زنده می شد و اگر همراه او تو یک جا بودی یا در همسایگی او زندگی می کردی، آیا از او به تو چیز فایده می رسید؟ گفتند بله فایده می رسید. گفتند مادامی که اگر در حیاتت در پهلوی آدمی نیک باشی، در همسایگی آدمی نیک باشی، از او به تو فایده که رسد، در مردنم انا همین احوال است. ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.